یه مسئله که وجود داره، همدان توی منطقه توی غرب کشور مرکزیت داره، یعنی کردستان، کرمانشاه، همه اینجاها خیلی از مسائل و مشکلاتشون توی همدان حل میشه. به خاطر همین کار کردن توی همدان صرفا خدمت کردن به استان همدان است، خدمت کردن به کل غرب ایران. این پروژه از سال 97 استارتش خورد در فازی بنای 1500 متر مربع در یک تراژه با مخصوص دانش آموزان اوتیسم. فرمودن ساختمانی که قبلاً ویژگی خیلی بدی داشت، سقف شیروانی بود، قابلیت واقعا استفاده برای آموزشگاه نداشت. این پروژه حدود 10 تا کلاس آموزشی داره، ویژه دانش آموز استثنایی طراحی شده، حالا همینطور که ملاحظه میکنید اتاقهایی هستش ویژه دانش آموزان استثنایی که ملاحظه میکنید، اتاق تاریک داریم، قسمت آب درمانی داره خاص، بالاخره یه جکوزی طراحی شده اونجا، حالت استخر کوچیکی هست که دانش آموزان بتونن از اون به صورت ویژه استفاده کنن، کار درمانی، فیزیوتراپی. من یک خواهشی که دارم این که الان با اجازه همه از خیر اینجا تشکر کنم. خیر اینجا آقا و خانم سمانه و سیاوش تاهبازوف هستن که علاقه شدیدی دارن که بیشترم بتونن مؤثر باشن. میخوام اینجا که هستم ازشون تشکر کنم، خودم ازشون تشکر کنم که با لطف زیادشون تونستیم که همه ماها با هم، چه خارج از کشور چه از، چه اونا هستن که واقعا احتیاجی هم به این تشکر ندارن، ولی ما باید، من شخصا احساس میکنم که باید ازشون تشکر. من به نوبه خودم به عنوان مادر یک بچه اوتیسمی تشکر که بکنم یا بخوام قدردانی که بکنم اصلا به وزن نمیگنجه، و اینکه قطعا میدونم هدف شما خیلی بالاتر از این بوده که بخوایم مثلا منتظر این باشیم که کسی بخواد ازتون تشکر بکنه و اهداف بالاتری داشته. الان در حال حاضر بچه های ما برای ما دغدغه های خیلی بزرگی هستن. یه دغدغه‌ای هستن که بخش زیادی از زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده و وجود مدرسه استاندارد که بخش زیادی از این بار رو از روی شما برمی‌داره. مدرسه قبلی که بودیم مشکلات ما خیلی زیاد بود. دختر من خیلی بیقرار بود و فکر میکنم محیط مدرسه خیلی موثر بود این وضعیت. یه فضای خیلی کوچیکی بود، امکانات آموزشی خوبی نداشت. از وقتی که اومد اینجا من به وضوح دارم این آرامشی که به بچه‌م منتقل شده، این در واقع ثباتی که پیدا کرده واقعا ملموسه و من خودم درکش میکنم.